این سایت اینستاگرام اطلاعات خیلی خوبی از وضعیت تعامل فالوورهامون با پست‌هامون رو میده. مثلا بهمون میگه که چند نفر و چه جوری با پست‌هامون تعامل داشتن تا بتونیم پست‌های جذابمون رو تشخیص بدیم و اونها رو بیشتر کنیم. حالا بریم بیشتر در مورد این سایت صحبت کنیم و ببینیم که چجوری باید اصلا با این سایت کار کنیم. خب به عنوان مثال میام سراغ پست آخر، پست شانس یا نتیجه که فعلا پست آخره. ویو این سایت رو که بزنم، خب این سایت رو که میدونید برای پیج های بیزینسی یا کریئتور هست که ترجیحاً پیج شما باید کریئتور باشه. میبینید که تو نگاه اول متفاوت شده و صفحه‌ای که شما میبینید اطلاعات جامع‌تری داره. دقت کنید همون بالا، همون اول داره خود اینستاگرام میگه که آماری که دارید میبینید احتمال داره کمتر از حد واقع باشه و بنا به یک سری قواعدی که حالا یه سری سیاستایی که وجود داره. پس اینو در نظر بگیرید که این آمار 100% به هیچ وجه درست نیست. خیلی نگران نباشید. خب توی اون باکس اول که ما لایک و کامنت و شیر و سیو رو آمارش رو مثل قبل داریم، هیچ تفاوتی نکرده. پایین‌تر یه مقدار تفاوت داره. توی اوورویو اکانت ریچ رو داره به من میگه که میگه این پست رو 7142 نفر، یعنی 7142 نفر منحصر به فرد دیدن. میدونید یه ریچ مبناش در واقع بازدید کننده هست، یعنی شما یه پست رو 10 بارم ببینید فقط یه ریچ بهش اضافه میشه، ولی ایمپرشن میزان بازدید هست، یعنی همون شما یه نفر اگه 10 بار اون پست رو ببینید یه ریچ میگیره ولی 10 تا ایمپرشن. توی کانتنت اینتراکشن که زده 1465 تا، تعاملات در واقع اون پست رو داره میگه که معمولا جمع لایک و کامنت و سیو و شیر هست و پروفایل اکتیویتی هم معمولا شامل پروفایل ویزیت و وبسایت اپ و غیره میشه. میایم پایین‌تر، داره یه نمودار دایره‌ای شکل به ما میده که کمک میکنه شما متوجه بشین از این 7142 نفر ریچی که شما گرفتین، به من داره میگه 3146 داشت فالوورهای خودت بودن که دیدن و 3996 داشت غیر فالوورهای من بودن. این خیلی نکته خوبیه. زمانی که پست‌های تو علاوه بر اینکه اکثر فالوورهات میبیننش، خیلی افرادی که فالوورت نیستن میبینن، این نشون دهنده اینه که امتیاز خوبی توی صفحه تو وجود داره. اما میریم سراغ ایمپرشن ها. ایمپرشنش 8422 تاست. همیشه ایمپرشن از ریچ باید بیشتر باشه دیگه. کاملا مشخصه که بازدید از بازدید کننده ها همیشه حداقل یه بزرگتر مساویه. فرام هوم میگه کسایی که تو رو فالو داشتن تو همون صفحه هومشون داشتن پستا رو بالا پایین میکردن و دیدن که 4078 تاست. فرام اکسپلور که مشخصه از اکسپلور 3857 تا. فرام آدر یعنی روش‌های دیگه، مثلا من پست رو برای یکی توی دایرکت فرستادم، شیر کردم از اون طریق دیده، یا توی کامنت ها منشنش کردم از طریق بخش اکتیویتیش متوجه اون پست شده، یا من نمیدونم توی مثلا واتساپ لینکش رو براش فرستادم، به روش‌های دیگه از اون طریق دیده. فرام پروفایل هم که مشخصه، یعنی کسایی که داشتن صفحه پروفایل شما رو میدن و از اون طریق اومدن روی اون پست خاص. کانتنت اینتراکشن بود که بالاتر بهمون گفته بود، اومده دوباره اعدادش رو داره بهمون نشون میده که شامل لایک و کامنت و سیو و شیر که بهتون توضیح دادم و پروفایل اکتیویتی که شامل پروفایل ویزیت هستش و حتی تعداد افرادی که در واقع اومدن شما رو فالو کردن، چون باید بیاد تو صفحه پروفایلت و تو رو فالو بکنه. این اینسایت جدیدیه که برای پست ها در نظر گرفته شده. حالا بریم سراغ استوری ها. این سایت استوری ها هم باز اگه دقت بکنید اینجا یه سوتی وجود داره، الان بهتون میگم. دوباره تو این سایت استوری هم داره میگه که عددی که میبینید کمتر از حدیه که باید باشه. خب ببینید الان این استوری من تا اینجا 1565 نفر دیدنش. نفر یعنی چی؟ یعنی همون ریچ دیگه. ولی دقت کنید اکانت ریچ رو زده 1586 تا، یعنی بیشتر زده. خب بالاخره کدومه؟ این یه تناقض توی آماره که میگیم همیشه وجود داره. کانتنت اینتراکشن تعاملاتی که خب با استوری اتفاق افتاده و پروفایل اکتیویتی هم که در واقع به واسطه دیدن این استوری نفر اومده سراغ صفحه پروفایل من. ایمپرشن رو نگاه کن، اینجا با ریچ برابره. من بارها گفتم آمارای اینستاگرام نقص داره و آمارای درست و دقیقی نیست و میبینید که اینجا ریچ و ایمپرشن با هم برابره. حالا نمیدونم چند بار براتون اتفاق افتاده که دقیقاً بازدیدها و بازدیدکننده های اون پست استوریتون رو برابر ببینید. میام سراغ کانتنت اینتراکشن که شامل ریپلای ها و شیر ها میشه. 48 نفر به این استوری ریپلای کردن و هیچ گونه شیری نداشته، طبیعیه. و اما نویگیشن، چیزی که خیلیاتون سوال دارید و اشتباه میکنید. نویگیشن به معنی ناوبری هست، یعنی حرکاتی که از این استوری به قبل و بعد اتفاق افتاده. فوروارد یعنی زده به استوری بعدی پیج خود شما، یعنی استوری بعدی که گذاشتید.
که خب از این 1719 تا نویگیشنی که اتفاق افتاده 1000 و نزدیک 300 تاش رفته سراغ استوری بعد من اگزیت، یعنی سفر داده پایین، کلا از استوری ها خارج شده. نکست استوری یعنی زده سفر اینجوری کشیده رفته سراغ استوری نفر بعدی. خیلیاتون این نکست استوری و فوروارد رو با هم اشتباه میکنید، و بک هم که یعنی زده عقب و رفته سراغ استوری قبلی من. و پروفایل اکتیویتی که شامل پروفایل ویزیت و فالو میشه، که 20 نفر از طریق این استوری رفتن سراغ صفحه پروفایل من. خیلی ممنون از اینکه تا اینجای ویدیو همراه ما بودید. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. همین حالا میتونید با کارشناسان مای ممبر برای دریافت خدمات شبکه‌های اجتماعی در ارتباط باشید.